سلام میکنم به شما بینندگان عزیز برنامه نگاه به چپ. امیدوارم حالتون خوب باشه، آماده دیدن یک برنامه دیگه از سری برنامه های نگاه به چپ باشید. من کیان آذر هستم و همراه مصطفی صابر این برنامه رو تهیه و تقدیم به شما عزیزان میکنیم. سلام مصطفی جان، امیدوارم حالت خوب باشه و آماده باشی برنامه این هفته رو پیش ببریم. منم به تو سلام میگم و به بینندگان عزیز این برنامه. ما این دفعه میخوایم در مورد حزب کمونیست کارگری و چیزی که چپ سنتی، خود ما هم تو ادبیاتمون میگیم چپ سنتی، ولی همین اولش بگم خب این لفظ چپ سنتی اینا مسئله نیست، میشه اسامی دیگه ای گذاشت واسش. به هر حال ما با یک جریان در چپ ایران سر کار داریم و راجبون صحبت میکنیم که حالا توضیح میدیم محتوا و مضمون این چپ چیه و یه سری سوالاتی مطرح شده در رابطه با اینکه ما منظور اون از چپ سنتی چیه، نمیدونم این کجای این همه انواع مارکسیسم قرار میگیره، نمیدونم مارکسیسم سنتی، مارکسیسم مدرن، مقصود ما اصلا قبول داریم این تقسیم بندی ها رو و اینجور بحث ها که الان توی میدیای اجتماعی به خصوص و توی محافل چپ تو داخل ایران خارج ایران مطرحه و میخوایم رابطه حزب کمونیست کارگری با این چیزی که حالا تو گیومه بهش میگیم چپ سنتی یا هر اسمی، مثلا اسامی دیگه چپ غیر سیاسی یا چپ انضباط طلب یا چپ ایدئولوژیک، اینا همه چیزایی که ما میگیم در مورد این جریان، ولی اسم مهم نیست، مهم محتوای این جریانه. راجبه این میخوایم صحبت بکنیم. مصطفی تو یه جوری صورت مسئله رو مطرح کردی، ولی من فکر میکنم تمام این تقابلی که داره انجام میگیره خب برمیگرده به واقعیت موجود درون جامعه ایران و تحولاتی که به هر ترتیب داره پیش میره و ما شاهدش هستیم توی فضای سیاسی ایران داره اتفاق میفته. مسئله هم صرفاً سر این نیست و گفتی که مثلا حالا چپ سنتی گفته میشه حالا یا اصطلاح دیگه به کار برده میشه، بیشتر مسئله بر این هستش که اون لیگی که به هر حال به عنوان چپ شناخته میشه یک گلایه‌ای داره که چرا حزب کمونیست کارگری خارج از این لیگ داره نقش آفرینی میکنه، به اصطلاح کارنامه عملیش رو وقتی میبینیم، مواضع سیاسیش رو، حتی جهان بینی، نوع نگاهش به دنیا، نوع نقدی که نسبت مثلا به کاپیتالیسم داره، به سرمایه‌داری داره، حالا چه در عرصه جهانی چه در عرصه در رابطه با ایران، خارج از این لیگ داره خودش رو تعریف میکنه و عملکردش خارج از این لیگ شناخته میشه. یعنی کل اون کمپ رو که به هر حال این انتقاد رو دارن یا دارن به هر ترتیب همین مسئله رو دارن میگن که چرا چپ سنتی گفته میشه به ما، میگن که این حزب کمونیست کارگری غیر از داره خارج از این چارچوب این موازین این لیگ رفتار میکنه و به هر ترتیب عمل میکنه، خصوصیت و ویژگی‌هاشو داره ارائه میده. قبل از اینکه بخوایم به این مسئله بپردازیم، یعنی وارد بشیم خب چرا یه همچین شرایطی هست و یه همچین اتفاقی داره میفته، من به چند نکته دوست داشتم اشاره بکنم. یکی اینکه این مسئله عدول از مارکسیسم، عدول از مارکس سلسله مراتب داره، عدول از مارکس، عدول از لنین، یه خورده میایم جلوتر به اصطلاح حتی عدول از منصور حکمت مطرح میشه توی دوره حاضر. این چه نوع نگاهی هست که داره این چنینی تقسیم بندی میکنه؟ و همین مسئله مارکسیسم مدرن، مارکسیسم سنتی که تو بهش اشاره کردی که در شبکه‌های اجتماعی مثلا مطرح شده و مثلا مورد بحث قرار گرفته، خب اگر که از این متد بخواد استفاده بشه، آیا کار خود مارکس اشتباه نبوده که مثلا تو خود مانیفست کمونیست میاد در رابطه با سوسیالیسم های به هر ترتیب که اشاره میکنه، میگه اینا چه نوع سوسیالیسم هایی هستن، چه نوع نقدی هست و چه مرزبندی خود مارکس توی مانیفست کمونیست در رابطه با اون سوسیالیسم ها ارائه میده و آیا کار مارکس اشتباه بوده و اگر که نه خب چرا مارکسی همچین کاری رو انجام میده؟ اینا همه مباحثی هست که به هر ترتیب خوبه بهش بپردازیم، ولی اساس بحث به نظرم خوبه در رابطه با شرایط فعلی سیاسی ایران که برمیگرده به نظر من علت ماجرا توی اونجا هستش
رو مورد بررسی قرار بدیم. آره به این جریان سیاسی حتما باید برسیم، ولی به عنوان مبانی تئوریک بحث، مبانی متدولوژیک بحث، به نظرم کل این بحثا یه جور جنبه های ایدئالیستی و متافیزیکی و مذهبی داره. یعنی گویا یه مارسی هست، یه چیزایی رو مطرح کرده، یه ایده ها و آرمان های خیلی خوبی رو مطرح کرده، یه قرآنی هم نوشته به اسم مانیفست کمونیست، و حالا هر کس از اونا عدول بکنه و دیگه عین اون حرف نزنه دیگه مارسیست نیست. گویا دنیا رو قرار اون مانیفست تغییر بده، گویا دنیا رو قرار اون ایده های مارس تغییر بده، گویا یه مذهب جدیدی انگار خدای داره و که تاریخ معمولا خودتی این نوع مارسیست که اینا مطرح میکنن، و پیغمبری هایی هم داره مثل مارس و انگلس و لنین، و حالا هر کسی یه تعدادی رو قبول داره یا نداره. بعضی هم حکمتیزم تو همین چارچوب قرار میگیره که گویا اینا مصدر تغییر و تحول در دنیا هستن و یه جور ایده است که داره دنیای واقعی رو سازمان میده. حالا که ما اینو میدونیم که مارسیز از همون ابتدای شکل گیریش توی همون ایدئولوژی آلمانی یاد میگه آجون ما یه جنبش اجتماعی هستیم که میخواییم وضع موجود رو به هم بزنیم، ما اصلا نمیخواییم هیچ چیز از پیشی رو غالب کنیم به این دنیای واقعی، ما آرمان ها و عقایدمون و اون چیزایی که میخواییم متحقق بکنیم از شرایطی که خود همین جنبش داره و داره پیش میره میگیریم. این تعریف، اگر این تعریف رو داشته باشیم از مارسیز، که مارسیز علم شرایط رهایی طبقه کارگره، این شرایط مهمه و اینکه چه جوری بری توی دنیای حاضر بجنگی، دیگه اینکه شما امروز چه میگی مهمه، اینکه امروز شما چی کار میکنی مهمه، اینکه امروز شما در عرصه سیاست کجا وایستادی مهمه. این جنگای فرقه‌ای و ایدئولوژیک راجع به اینکه حالا مارسین را گفت مارسیزم مدرن این است، مارسیزم کلاسیک این است، مارسیزم نمیدونم سنتی این است، اینا همه میره کنار. ما هم با این جبهه سنتی از اینجور بحثا نداریم، بحث ایدئولوژیک نداریم که ما مارسیز را میگوییم شما نمیگوییم. خب انواع و اقسام کمونیسم غیر کارگری و به قول خود تو مانیفست هم میاد مطرح میکنه، انواع حتی زمان خود مارس از انواع کسایی بودن که به کمونیسم و سوسیالیسم و این حرفا خودشون رو وصل میکردن. بنابراین معیار چیه؟ معیار پراتیک اجتماعی، معیار اینه که هر جریانی در جنبش اجتماعی، در تحولات اجتماعی کجا وایستاده. ما جنگمون با جنبش‌های اجتماعیه، نه با مفسرین متفاوت مارسیسم. حالا از لحاظ نظری و اینا هم میشه سر خود مارس و اینا صحبت کردیم، بحث مارس شناسی و یه بحث آکادمیک که موضوع ما نیست. ما داریم با جنبش‌های اجتماعی سیاسی معینی در میافتیم و فکر میکنیم خودمون متعلق به جنبش سیاسی معینی داریم. جنبش سیاسی که ما بهش متعلقیم جنبش طبقه کارگر واسه رهایی بشریت و خودش و رهایی بشریت، جنبش طبقه کارگر واسه الغای بردگی مزدی و واسه تحقق آزادی و برابری و رفاه و شادی و انسانیت. ما به این جنبش خودمون متعلق میدونیم. اسم نظری این چی گفتیم؟ کمونیسم. حتی کمونیسم کارگری هم به این خاطر مطرح کردیم که اسم کمونیسم شده بود مترادف بود با کمونیسم روسی و کمونیسم چینی و اینا، ما آمدیم گفتیم کمونیسم کارگری که بگیم اوجون ما متعلق به این جنبشیم. میخوام بگم ما از سر جنبش ها بحث داریم، نه از سر این که حالا تفسیر فلانی از مارس چه بوده و اینا. خب اون میگم توی چارچوبه اونم از لحاظ نظری بحث خودش هست، ولی وقتی میایم میگیم چپ، حالا برگردیم به چپ سنتی، وقتی میگیم چپ سنتی، ما داریم یه جریان چپی که جایگاه سیاسی معینی داره توی اوضاع سیاسی ایران، سابقه معینی داره، از یه جای اومده به یه جایی داره میره، و ما از بعد به تولد جریانی که به حزب کمونیست کارگری منجر شد، یعنی از بعد به تولد اتحاد مبارزان کمونیست و سند تو سال 57، با این چپ در افتادیم. اصلا در نقد این خودمون رو مطرح کردیم و گفتیم ما این کمونیسم اینه، ما یه تفسیر جدید، یه چارچوبه جدید از کمونیسم داریم، نه به خاطر اینکه حالا مانیفستو خوب خوندیم و مارسو خوب خوندیم، اینم فکر می‌کنم خوب خوندیم، ولی اساساً به این دلیل که ما اومدیم اون جوهر انقلاب 57، جوهر کارگری، جوهر شورایی، جوهر آزادی برابری، اینو گرفتیم در آوردیم. منصور حکمت و حمید تقوایی اینا این کارو کردن.
اینو تبدیل کردیم به یک برنامه دنیای بهتر. میخوای ببینید کمونیسم ما چقدر فرق داره، برید به برنامه یک دنیای بهتر نگاه کنید. برنامه‌ای که خود همین چپ سنتی خیلی تاثیر گذاشته. برای مثال فرض کن ما خواهان لغو مجازات اعدام شدیم، اخیراً آخرین مثلا رشته ها یا آخرین دسته های از این چپ سنتی هم بالاخره اومدن اینو قبول کردن که اونا معتقد به اعدام انقلابی بودن. مثلا ما گفتیم نه، اعدام در هر شکلش بعد اعدام انقلابی نداریم. میخوام میگم ما اومدیم یک برنامه جدید رو تعریف کردیم که فکر میکنیم متکی بر مارکسیسم، شما فکر میکنید نیست و متکی بر فارمیست مارکسیسم، خوش به حالتون برید بحث بکنید. ولی بحث ما با شما سر اینه که این برنامه رو باید پیش ببریم. و الان هم نقدمون به چپ سنتی همش سر اینه که چرا میری جای وای میسی که به جمهوری اسلامی کمک میکنه، چرا میری جای وای میسی که چپ رو منزوی کنه، از دور خارج کنه، چرا میری جای وای میسی؟ مصطفی یه لحظه وایسا، به نظرم خوبه باز همین یه خورده با یه برنامه مشخص جلو بریم. همه مسائل میدونم به هم ارتباط داره، ولی همه با هم دیگه داره به موازات داره مطرح میشه. ببین نکته‌ای که در وهله اول خوبه، یعنی منم هم همینجور گذرا بگم، مارکس یک متد داره برای به هر ترتیب با برخورد با دنیای امروز و به هر ترتیب مناسبات و ساختار اقتصادی سیاسی اجتماعی که حاکم هست و به عنوان سرمایه‌داری شناخته میشه و از دل این سیستم و از دل این جامعه بیرون اومده و یک نوع آلترناتیوی در مقابل این سیستم هستش. و همونطور که تو هم گفتی چیزی از پیش تعیین شده که خب یک تفاوتی وجود داره بین به هر ترتیب هم جنبش ها و هم جهان بینی ها و ایدئولوژی هایی که متافیزیکی هستن و حتی ایدئالیستی هستن. ایدئالیستی نه به معنای آرمانگرایانه، به معنای همون مثلا متافیزیکی بودنشون که از پیش تعیین شده هستن، پاره خطی نگاه میکنن به دنیا. و مثل مذاهب که حالا فرضاً محمد و نمیدونم عیسی و موسی یک کتاب داشتن، حالا افراد دیگه ای هستن چندین کتاب دارن، مانیفست کمونیست، کاپیتال، فلان و این صحبت ها، یا اندیشمندان دیگه ای هستن مثل روسو و که کتاب های مختلفی دارن. و حالا باید هم نوع دیدی که وجود، یعنی نوع نگرشی که وجود داره، یک نوع نگاه مذهبی هست به کل این دنیا، به نقد این مناسبات حاضر و اساساً جنبش ها و جهانبینی های مثل کمونیسم یا مارکسیسم که الان مورد بحث ما هست. ولی خود مارکس اشاره کردم تو همون مانیفست کمونیست که برترتی بیانیه هست که دارن منتشر میکنن، داره یک متد، داره یک به اصطلاح استراتژی رو در مقابل این سیستم میگه و همونجا مرزبندی رو شروع میکنه با سوسیالیسم های موجودی که در اون دوره هستن و داره نقد میکنه. نکته ای که در ادامه این مسئله میخوام بگم این هستش که الان حتی انتظاری که از حزب کمونیست کارگری وجود داره این هستش که توی همین چارچوب ما بیایم خودمون رو مثلا حکمتیست معرفی بکنیم، یعنی به هر ترتیب چون رهبر به اصطلاح سیاسی و رهبر فکری این جنبش منصور حکمت بوده، الان ما در چارچوب به اسم حکمتیست بیایم نقش آفرینی بکنیم. در حالی که نکته ای که هم به اصطلاح حزب کمونیست کارگری رعایت کرده اینه که تو هم باز کردی این مسئله رو، این هستش که در مقابله با سرمایه‌داری و حالا در فضای سیاسی ایران ما کمونیسم کارگری رو که یک ورژن مشخصی هست از نقد طبقاتی نسبت به سرمایه‌داری و به اصطلاح کاپیتالیسم این دوره ارائه کرده و نه مثلا چیزی به اسم حکمتیسم. و در رابطه با فضای سیاسی ایران که در دهه‌های مختلف ما می‌بینیم تفاوتی که بین کمونیسم کارگری و اساساً حزب کمونیست کارگری وجود داره، توی این متدولوژی نگاهش به دنیای موجود، نقدی که داره چه دوره قبل از تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران، چه دوره بعد از اون که دیگه به اسم حزب کمونیست کارگری داشته فعالیت می‌کرده، شما برید مثلا مراجعه بکنید به اون به اصطلاح جریانات که خودشون چپ میگفتن، نوع نقدی که دارن نسبت به وضعیت موجود، برنامه‌ای که حتی دارن به عنوان برنامه‌شون
دارن ارائه میدن یه جور دعوای درون جنبشی هستش که توی مثلا جنبش ملی اسلامیه، یا داخل مثلا فرضاً تو یه جناح چپ به اصطلاح راست داره انجام میگیره، یه نوع نگاه رفورمیستی وجود داره، نداشتن مرزبندی مثلا با دموکراسی، نداشتن مرزبندی با مثلا ناسیونالیسم، نداشتن مرزبندی با مثلا جنبش اسلامی یا مذهب اساسا توی اون پروسه هست. و اینا تفاوت‌های پایه‌ای هستش که در وجود داره مثلا بین حزب کمونیست کارگری ایران با اون چپی که میگم دعوای درون جنبشی داره با مثلا جنبش ملی اسلامی با جناح راست خودش. و نکته‌ای که اینجا اجازه بده من همین نکته‌ای که تو داری میگیری یه مقدار باز کنم اینا بگم بعد بریم. خوبه که راجبه این مرزبندی ها سر رفورمیسم، سر دموکراسی، سر ناسیونالیسم، مسائل این چنینی که وجود داره این مقدار صحبت بکنیم که این تفاوت که داریم مشخص بشه. ببین محتوای سیاسی این چیزی که ما بهش میگیم، حالا اسامی مختلف، چپ سنتی، چپ غیر سیاسی، چپ منزوی، چپ ایدئولوژیک، چپی که ایدئولوژی و تئوری واسش همه چیزه ولی ظاهرا همه چیزه ولی جنبش واقعی و زنده رو نمیبینه، چپی که یه جای ایدئالیستی میشه و دنیا رو وارونه میبینه، هر اسمی میخوایم روش بذاریم این مهم نیست، ولی واقعیتش اینه که اولین مواجهه ما با این چپ سر این بود که این چپ میگه بورژوازی ملی و مترقی، ما جلوش بایستادیم گفتیم بورژوازی ملی و مترقی نداریم عزیز من، همه این چیزی که داریم میبینیم بورژواهان، ما با یک نظام جهانی سرمایه‌داری روبرو هستیم که اینا بورژوازی که تو داخل ایران هست چه با شاه باشه چه نباشه، این زمان شاه میگفتن، داره از این سوداوری استفاده میکنه و تو چارچوب این سوداوری بورژوازی ملی نداریم که این ما اینو نقد کردیم. خب یه مقدارم عقب رفتم ولی خود واقعیت نشون داد که چون جمهوری اسلامی بورژوازی ملی مترقی به قول اونا رو به قدرت رسوند، این چه افتضاح ازش در اومد. این اولی مواجهه ما بود. یه مواجهه دیگه که ما اینو داشتیم سر امپریالیسم و مفهوم امپریالیسم و مبارزه ضد امپریالیستی بود که ما بهشون داریم میگیم آقا جون امپریالیسم شاید در دوره کلونیالیسم استثمار و این استعمار و این حرفا جایگاهی داشت، مبارزه ضد امپریالیستی جنبه مترقی داشت که اونم مبارزه بورژوایی بود، یه بورژوای خودیه که میخواست تحولات اقتصادی پیشرفته‌ای به وجود بیاره، با امپریالیزمی که جلوی این تحولات رو میگرفت مبارزه میکرد، توی خیلی کشورها هم داشتیم که این صورت گرفت، ولی وقتی دیگه همه جا سرمایه داری شده دیگه ضد امپریالیزم شما ارتجاعیه، همچنان که خمینی این شعار رو از اون ضد امپریالیزم و از این چپ گرفت، شیطان بزرگ، و دیدیم با شعار مرگ بر آمریکا سرکوب کرد مردم و شوراهای کارگری و کمونیست‌های ایرانی اینا. یه دعوای ما با سر اینا که ضد امپریالیسم نبود، هم الان اینا هنوز و ضد امپریالیسمشون هم ضد آمریکایی‌گریه، پاور میزنن وقتی که صحبت آمریکا بشه، ولی چین و روسیه و نمیدونم کشورهای که دارن از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، مسلحش میکنن، همه جور امکانات پیش میدن، ککشون هم نمیگزه راجبونه، یعنی هنوز تو اون چارچوبه ضد امپریالیستی هستن. یه دعوای دیگه ما با اینا سر اینه که اینها از کارگر و از مبارزه طبقاتی درک خیلی غلطی دارن. اینا از همون سال 58 که اتحاد مبارزان شده بهشون گفتیم، حالا من مدارک و منابعم میگم، مثلا سه منبع جزو سوسیالیسم خلقی که منصور یک مثال 58-59 نوشته، برید بخونید، یا بحث جدیدتر و جالبتری که ما الان داریم راجع به صحبت میکنیم، تفاوت‌های ما مال منصور حکمت، برید بخونید، داره همینا رو توضیح میده که میگم. ولی به هر حال یه دعوای دیگه که ما اینا داریم اینه که اینا از طبقه کارگر یه درک ایدئالیستی عجیب غریبی که در دنیای واقعی وجود نداره دارن. کارگر واسهش یک مفهوم عجیب غریبیه که توی زندگی واقعی وجود نداره، تو فقط خیالات اینا وجود داره و اینو نمی و اونجایی که منفعت واقعی کارگر هست رو نمیبینه. برای مثال یه مثال مصطفی آخه ببین اصلا درک عجیب و غریب نیستش، اینو خوبه یه خورده راجبش حرف بزنیم. دیدی که اینا نسبت به کارگر و طبقه کارگر و کارگران دارن یک دیده که انگار یک موجود مفلوکه، نمیدونم بدبخته،
به اصطلاح بیچاره ای هست که حالا باید یک قهرمانانی به اسم کمونیست ها باید بیان اینا رو نجات بدن، در حالی که این در تقابل با همون به اصطلاح کسی هست، مارکسی هستش که اینا دارن بهش مراجعه میکنن. ببین اون ورش هم میگن که مثلا فرض کنید میگن اگر بخشی مثلا بخشی رهبر کارگری رو قبول دارم، خیلی از این چپای سنتی چپای غیر سیاسی قبول دارم، ولی مثلا وقتی پای حزب میاد میگن حزب باید عبارت از همین بخشی ها باشه. اصلا اینو نمیبینه که تو چارچوب سیاست به معنای وسیع حزب باید نقش ایفا کنه و امثال بخشی اینا هنوز نمیتونن. بخشی اگر خیلی بخواد جلو بره باید بیاد یه حزب کمونیستی سیاسی حاضر در صحنه بسازه، شبیه همین چیزی که اسپونس کارگری داره میسازه، خودش با تنهایی یا همه این رهبران کارگری هم زود دارن جمع بشن جایی نمیرسه. درک از حزب یه اختلاف دیگه که ما با اینا داریم و تا اونجایی که به طبقه کارگر درک از طبقه کارگر برمیگرده، اینا این رسالت واسه طبقه کارگر قائل نیستن که طبقه کارگر واسه رهایی خودش باید دنیا رها کنه. یه مثال تو این زمینه بزنم، مثلا فرض کن ما وقتی میریم سر مسئله حجاب میگیم بابا جون حجاب مسئله خیلی مهمیه، مسئله طبقه کارگره، اولا همه زورش روی طبقه کارگر، ثانیا اگر همه زورش هم فشارش هم روی طبقه کارگر نبود، طبقه کارگر موظف همه کسایی که علیه تبعیض هستن رو دور خودش متشکل کنه و رهایی همه رو واسش بجنگه. دانشجو اینو وقتی ما علیه حجاب مبارزه میکنیم و مثلا علیه دستمزد میذارن در مقابل اینکه مثلا در مقابل دستمزد مسئله کارگری، حجاب مسئله کارگری نیست، حالا اینکه سر دستمزد ما جلوتر از همه اینا داریم مبارزه میکنیم، اینو میخوام تصریح بکنم، تا اونجایی که به مسائل مشخص طبقه کارگر میاره ما فرسنگا از همه اینا جلوتریم، از همه اینایی که بهشون میگیم چپ سنت، ولی اینا به ما گیر میدن که شما چرا سر حجاب میگید. خب شما نمیفهمید دیگه، شما طبقه کارگر واسهتون همون طبقه صنفی، همون کارگر تو کارخونه است که باید بشینه واسه حداقل حداکثر افزایش دستمزدش مبارزه کنه. دقیقاً دید بورژواییه. کدوم بورژوا؟ همون بورژوازی ملی مترقی که 57 ما میزدیم هنوز توی ذهن اینا هست. میخوام بگم ما با این جنبش، با این حرکت از 57 داریم میجنگیم و تو هر مرحله از جنگ خب آره یه چیزا رو قبول کردن، خیلی هم خوبه، هرچی هم قبول کنن خیلی هم عالیه، ما هم دستشون به گرمی فشاریم، ولی هنوز مشکلات جدی و عدیده‌ای هست. مهمترینش اینه که میخوان چپ رو منزوی کنن، میخواد یک موقعیت جدا و دور از جامعه پیدا بکنه و عملا اوضاع رو بده دست راست. ما نمیذاریم، ما اینجا شدیداً جلوی این چپ وامیستیم. مصطفی نکاتی رو من میخوام بهش اشاره بکنم. ببین من فکر میکنم که این پدیده‌ای که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم میراثی از قرن بیستم و مشخصا دورانی که معروف است به دوران جنگ سرد، تبدیل جهان به دو قطبی که توی به هر ترتیب بخش عظیمی از قرن بیستم رو تحت تأثیر خودش قرار داده. این نوع چپ، این نوع کمونیسم که فقط مربوط به ایران هم نیست، از اونجا اومده بیرون، متعلق به اون دوره هستش و تاریخ مصرفش هم الان تمام شده. ما الان میبینیم که به اشکال مختلفی نه فقط در حد به اصطلاح همین افراد و جریاناتی که ما داریم در موردشون صحبت میکنیم، در رابطه با حتی دولت‌ها، اون تقسیم بندی جهانی که توی ما مثلا بعد از به اصطلاح شکست انقلاب اکتبر و مشخصا بعد از پایان جنگ جهانی دوم ما باهاش روبرو شدیم که جهان دو قطبی بود و تقسیم دنیا به دو قطبی که به هر ترتیب یه طرفش سرمایه‌داری بازار آزاد بود، یه طرفش سرمایه‌داری دولتی بود که به عنوان سوسیالیسم یا کمونیسم اون رو معرفی می‌کردن یا خود اون بلوک خودش رو معرفی می‌کرد که به رهبری شوروی بود. یک به اصطلاح پدیده سیاسی رو با خودش آورد در سراسر دنیا، در آمریکای جنوبی، در مثلا خاورمیانه، در آسیای جنوب شرقی و از سایر نقاط دنیا، حتی تو حال خود اروپا هم همینطور هست، که میگم خصوصیاتی داره این چپ که اگه تا اونجایی که مثلا به ایران برمیگرده، یک به جریان ناسیونالیستی به اصطلاح رفرمیستی فرهنگ خود شرق زده که به اصطلاح آغشته به مذهب و سنت به هر ترتیب این منطقه جغرافیایی هستش که داریم در موردش صحبت میکنیم رو در بر میگیره، که اساساً
وقتی که در حوزه مثلا سیاست باهاش صحبت میکنی، در رابطه با مناسبات اقتصادی سرمایه داری میری مواضعش رو و عمل کردش رو میبینی، میبینیم که نه ارتباطی به مارکس داره، نه اون نقدی که مارکس علیه سرمایه داری گفته رو به هر ترتیب پیش میبره و قبول داره. تو این رابطه کیان؟ این سرمایه داری بذاری بگم، اینا پایه درکشون از سوسیالیسم سرمایه داری دولتیه. خب برای همین دارم میگم، میگم چون از اون دوره اینا پدید اومدن، یعنی با اینا میراث اون دوره هستن و تاریخ مصرف این نوع کمونیسم یا این نوع چپ، حالا هر چی که اسمش هست، به پایان رسیده. حزب کمونیست کارگری به اصطلاح کمونیسمی هستش که یعنی یه کمونیسم جوانی هست که از دل یه انقلابی بیرون اومده، برایند یک انقلابی هست که تقابل بین، یعنی یکی از انقلابایی هست که در قرن 20 تقابل بین مثلا طبقه کمونیسم ایران و طبقه کارگر ایران با سرمایه‌داری بوده، و حالا هرچند که اون انقلاب شکست خورده، انقلاب 57، و به اصطلاح برایند یک دور، یعنی جواب یک دوره‌ای هست که بعد از فروپاشی شوروی و بعد از اون فروپاشی به اصطلاح اون جهان دو قطبی، اون به اصطلاح کمونیسمی که از اون جهان دو قطبی یا دوره جنگ سرد بوده اومده بیرون، در نقد اون اومده بیرون با به اصطلاح وامگیری از متد مارکس توی اون دوره حاضر اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 میبینیم که داره جواب میده به این شرایط. در نتیجه میخوام بگم که اصلا از دو تا جنس کاملا متفاوت هست چیزی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. یکی از به اصطلاح پدیده سیاسی هست که متعلق به یک دوره جهانی مشخصه که اون دوره جهانی پایان پذیرفته، ولی این پدیده داره به عمر به اصطلاح به زیست خودش ادامه میده در فضای سیاسی ایران، و هر چقدر ما بریم جلوتر تقابل حزب کمونیست کارگری با اینها بیشتر خواهد شد، به خاطر اینکه اینا، میگم من اینجا یادداشت کرده بودم که در موردش صحبت بکنیم، اینا به شدت نگاه رفرمیستی دارن توی به اصطلاح چارچوب رفرمیستی که میگیره، من نمیدونم، بعضی ها نگاه ارتجایی دارن عزیز من. رفرمیستی رفرم اینا من ندیدم از شما. نه نه، میخوام منظور من از رفرمیستی یعنی اینکه توی جهانیش الان داری صحبت میکنی. آره، وقتی یه جریانی مثل SWP وامیسته کنار احمدی نژاد و جمهوری اسلامی، دیگه ارتجاییه. مصطفی متوجه هستم ارتجاییه، ولی میخوام بگم که اینا جیراک، از نوم چامسکی، اینا جزء تو سطح جهانی که داریم صحبت میکنیم. حالا اینا همه تفاوتای با هم دیگه دارن، یعنی چپ سنتی هم به هر حال شاخه‌های مختلفی داره و یه چپ، شاید چپ غیر کارگری هم خوب باشه اگه بهشون بگیم. میگم ما خودمون هم رو اسمون نیم چسبی، اخیراً همین تقوی میگفت بگیم چپ غیر سیاسی، یه شاید یه مقدار منفوق منظور رو بهتر کمونیسم غیر سیاسی بگیم، کمونیسم غیر سیاسی که در نهایت خیلی که جلو برن یه سری آرمان‌های منزوی از جامعه رو میخوان نگردن، ولی عملاً در دنیای واقعی سیاست رو به دست راست میسپرن. مصطفی بذار منظورم رو بیشتر توضیح بدم. ببین نگاه کن، مثلا به حزب توده شما مراجعه بکن، برنامه‌اش رو میبینی، عملکردش رو میبینی، توی اون دوره‌ای که به هر ترتیب میتونسته نقش آفرینی داشته باشه، میبینیم نه برنامه‌اش، نه عملکردش، نه به هر ترتیب نقشی که آفریده، یعنی تمام کاری که می‌خواسته بکنه یه رفرم بوده. داری مال اون دوره رو میگی رفرمیستی. ما بله، حزب توده در این مثال خوبیه. بذار منم تمام کنم. حزب توده در سال 2032 یه جریان رفرمیستی است، ولی در سال 50 یه جریان ارتجایی. دقیقاً. من می‌خوام بگم که من منظورم این پدیده سیاسی که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم. حالا حزب توده که تو هم 57 خدا بیامرزدش رفت، حالا عشنگ هستم، ولی دیگه از اون افتضاح‌تر آدم نمیتونه بکنه، بره واسه کنار جمهوری اسلامی بگه سپاه پاسداران، یا اکثری از سپاه پاسداران به نیروهای مسلح چیز کنید، سلاح سنگین مسلح کنید و کمونیست. این چپ سنتی با اون حزب توده و اکثریت فرق داره. متوجه هستم، ولی این چپ سنتی کلی نقد داره به اون حزب، به حزب توده. مصطفی می متوجه هستم، توی مثلا همین مباحثی هم که صورت گرفته، مثلا فرزن چریک های فدایی خودشون در تقابل با حزب توده متعلق به یک دوره دیگه ای هستن. من اینا رو که متوجهم، ولی میخوام بگم که کل این پدیده به این کمپ که نگاه میکنی یه تاریخچه ای داره، در چند دهه به اصطلاح زیست کرده، در هر دوره یکی از این جریانات
به اصطلاح روی اون پیشبرنده این خط بودن. توی دوره‌ای مثلا در دوره مثلا دهه 20 شمسی، 30 شمسی یه جریان بوده، در دهه 40 و 50 یک جریان بوده، ولی میخوام بگی کل این کمپ رو نگاه بکنی، به اصطلاح اون ستون فقراتش از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی یک پایه مشترک دارن اینا با هم دیگه. اینو قبول دارم، این پایه مشترک ناسیونالیسم ملی اسلامی ایرانه. آفرین، دقیقاً. که از توش جریانات مختلفی در آمده، چپ داشته، راست داشته، و الان هم که نگاه میکنی منتها علیه چپش همین چپ سنتی، منتها چپ سنتی هم یک چیز دیگه، یک طیف رنگارنگه، یعنی یک سایشون هستن که به میزان زیادی بریدن، اینم باید گفت، یعنی واقعا نمیشه همه رو با یه چوب رون، یه کسایی هستن که به میزان زیادی بریدن، یک کسایی هستن که هنوز کم بریدن، نبریدن، ولی شاید به این دلیل، اون نکته که همین تقوایی هم میگفت توی بحث در اون حزبی که میگفت بگیم غیر سیاسی، شاید این الان بیشتر مقصود ما رو نشون بده. چرا؟ چون ما الان دعوامون با این چپ اینه که دوستان عزیز، رفقای عزیز، توی سیاست ما باید کمونیسم رو ببریم وسط صحنه. وقتی که دنیا این اختلاف جدیمون الان باش، وقتی که همه جامعه بلند شده که میخواد جمهوری اسلامی رو بندازه، شما باید جلوتر از همه علیه جمهوری اسلامی باشی و رادیکال ترین نقدا رو به خود جمهوری اسلامی بذاری، و اگر میخوای به بقیه اپوزیسیون بپردازی، اونجایی بهشون بپرداز که ناپیگیرن در مقابله با جمهوری اسلامی، اونجایی بهشون بپرداز که میخوان موانعی سر راه حرکت و انقلاب مردم ایجاد بکنن، نه اینکه جمهوری اسلامی رو ویلکوم برو بچسب به اون و همه مشغله و زندگی سیاسیت باشه جنگ با مثلا سلطنت طلب یا با مسیح علی نژاد یا چیز. مصطفی اصلا... اگر اجازه بدی من صحبت هم تمام کنم در رابطه با اون نکته‌ای که داشتم گفتم. من خواستم توی یه اشل جهانی بگم که توی قرن بیستم یه اتفاقی افتاد که ما مثلا همون فرزن کمونیسم روسی رو که میبینیم یه برایندهایی داره، یه نتایجی داره که فرضاً حزب توده یکی از اون برایندها و نتایجی هست که در فضای سیاسی ایران به وجود میاد. توی سطح جهانی ما با انقلاب کوبا به طور مثال روبرو هستیم که باز اون یک برایندهایی داره، اون یک چپ ناسیونالیستی هست و هم رفورمیستی سرمایه‌داری دولتی هستش که به اصطلاح به وجود میاد که اونم یه برایندهایی داره که در کشورهای دیگه توی یک دوره جلوتر حتی در یک نقدی نسبت به کمونیسم دوره قبل خودش داره چیکار میکنه، به اصطلاح نگاه میکنه که در ایران هم یک برایندهایی داره اون انقلاب کوبا، انقلاب چین هم همینجور که هر حال ماویستا هستن. یعنی میخوام بگم همه اینا تأثیراتی دارن در سطح جهانی و در فضای سیاسی ایران. اونو سعی کردم بگم که اون کمونیسمه که به هر حال مجموعه همه اینا رو در بر میگیره توی قرن بیستم و چه پروسه‌ای رو طی کرده. توی ایران یه اپوزیسیون سنتی وجود داره، برای اینکه منظورم بهتر بگم که یه وقت ابهامی رو به وجود نیاره، یه اپوزیسیون سنتی هست که مثلا توی دوره شاه بوده، حکومت شاه، که جنبش ملی اسلامی از یه راستی داره یه چپی داره که توی دوره‌ها دهه‌های مختلف نمایندگانی براش وجود داشتن. توی دوره‌ای مثلا توی اون اپوزیسیون سنتی ما می‌بینیم که اون که گفتم گرایش رفورمیستی داره، مثلا حزب توده میاد یه نقشی رو ایفا می‌کنه. توی دوره‌ای مثلا حتی چریکای فدایی هستن که میان یه نقشی رو ایفا می‌کنن. و ولی چیزی که هست الان ما چیزی که به اسم حزب کمونیست کارگری ایران و اساساً اگر بخواد مثلا کسی بگه خب این چی اسمش هست، به اصطلاح ایدئولوژی و جهانبینی ورژنی از کمونیسم که هست، کمونیسم کارگری رو اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم پایه‌ای با اینها متفاوته. نکته‌ای که باید الان جواب داد این هستش که همه کسایی که به هر حال میگن ما مارکسیست هستیم، کمونیست هستیم، چپ هستیم، حالا هر اسمی که به خودشون میزنن، جوابشون به فضای سیاسی امروز ایران چیه؟ چه به اصطلاح نسخه‌ای میپیچن واسه طبقه کارگر ایران؟ چیزی که اینا دارن میگن
یک به اصطلاح جوابی هست که تماما گروه فشار به اصطلاح یک جریان حاشیه‌ای در جامعه، جنگ ایدئولوژیکی کردن با همدیگه و گروه فشار روی اون بازیگرای اصلی که حالا نه حتی جمهوری اسلامی چون یه پایه مشترکی باهاش دارن، با ناسیونالیسم و پروغرب و همه هر نیرویی که با هر فردی که با اون بخواد مثلا تداعی بشه هستش. و ولی چیزی که هست اینه که خب اگر شما به خودتون به عنوان یک نیروی اصلی و جدی جامعه نگاه بکنید تو این مبارزه طبقاتی و بگید من میخوام از نظر سیاسی نمایندهی باشم و رهبری باشم که بتونم رهبری سیاسی بکنم طبقه کارگر ایران رو و بخش عظیمی از جامعه رو که به هر حال جزء هیچ بودگان هستن، محرومین جامعه هستن، شما یه عملکرد دیگه ای داره، یک پراتیک دیگه ای از خودت ارائه میدی. من اینجا میخوام به یه نکته اشاره بکنم. آیا مثلا لنین که خیلی هم اینا قبولش دارن، وقتی که رهبری انقلاب 1917 رو به عهده گرفت گفت من فقط کارگرا باید به اصطلاح من فقط کارگرا باید نمایندگی بکنم؟ آیا مثلا توی اون دوره اونا از همجنسگراها حمایت نکردن؟ آیا نگفت من رهبر کل جامعه هستم در مقابل مثلا بورژوازی، در مقابل سرمایه‌داری؟ چرا؟ خب اگر متد بخوایم و استراتژی مد نظر ما باشه که ما بخوایم در مقابل سرمایه‌داری باشیم، در حال حاضر سرمایه‌داری که در خاورمیانه و در ایران مشخصا مورد بحث ما هست، اسلام سیاسی و نماینده اون جمهوری اسلامیه که با حمله، یکی از مشخصه های اون حمله به زنان و مسئله حجاب هست که تو هم یه اشاره بهش کردی. این وقتی نگاه میکنیم میبینیم که پدیده‌ای که به وجود میاد توی مثلا زمستون 96 پارسال، دختران خیابان انقلاب که به نظر من کاملا به طبقه کارگر ایران مربوط هست، کاملا برآمده از به اصطلاح این مبارزه طبقاتی هستش، اینا نه تنها بهش بی‌اعتنا هستن، اصلا قبولش ندارن این پدیده رو. من میگم حتی اگر از طبقه کارگرم برنیاد، یک جریانی هست تو جامعه داره علیه حجاب مبارزه میکنه، علیه ستمکشی زن مبارزه میکنه، علیه تبعیض جنسیتی داره مبارزه میکنه، علیه تبعیض داره مبارزه میکنه. طبقه کارگر که میخواد خودش رو رها کنه باید هر تبعیض و نابرابری تو جامعه رو هم رها کنه. خب مصطفی پس خب مربوط میشه به یعنی مربوط میشه به طبقه کارگر دیگه عزیز. آخه نه، من ببینید، من میخوام اینو بگم. فرض کنین یه به قول منصور حکمت یه سری خوانندگان اپرا، یه سری زنای خیلی سانتی متر، مگه نبود تو 57 زنا اومدن تو خیابون گفتن اینا زنان بورژوا، اینا بالا شهریه. تظاهرات 50 از جانب اکثریت چپ اون وقت به عنوان تظاهرات زنای بالای شهری بی‌اعتنایی، اگه نگیم محکومش کردن، بی‌اعتنایی کردن بهش. این همین چپ سنتی که ما باش می‌جنگیم همینا، حالا تغییر کردن، جلو اومدن، چیزایی رو یاد گرفتن، همونطور که ما هم خیلی تغییر کردیم، خیلی چیزا یاد گرفتیم. نمی‌خوام بگم ما به اونا یاد دادیم، از زندگی یاد گرفتیم. خوبه که جلو اومدن و ما هم عرض میذاریم که بالاخره بعد از مدت ها مثلا اومدن مجازات اعدام رو، لغو مجازات اعدام رو خواستار شدن، اینا خوبه، اینا حرکت های خوبی. ولی هنوز دعوای ما با این چپ سنتی الان یا چپ غیر سیاسی یا چپ منزوی یا چپ ایدئولوژیک اینه که توی لحظه حاضر که توی ایران یک انقلابی در حال شکل گیریه، اینا همش دارن به این سمت میرن که چپ و منزوی کنن، که به مثلا میگم اینقدر ضد امپریالیستی عمل میکنن به قول خودشون یا ضد آمریکایی عمل میکنن و متوجه نیستن که باید رهبر جامعه بشن، تو این باغ نیستن اصلا. و وقتی ما بهشون میگیم که رفقا اینجوری نکنید، تازه برمیگردن همه کار زندگیشون میشه مبارزه علیه ما، علیه حزب کنسکارگی. ما میگیم این درست نیست. به هر حال ما کار خودمون رو میکنیم، ما منتظر دوستان نمیشیم و میریم روی جامعه کار خودمون رو میکنیم، ولی خیلی دوست داریم که ایرادات و اشکالات این رفقا رو هم بهشون بگیم و امیدوار باشیم که درست بشه. اگر نمیدونم چقدر وقت داریم، من میخوام مصطفی وقتمون تمام شده، فقط من یه جمع‌بندی کلی بکنم. ببین به نظرم ما این چهار دسته‌بندی‌های مثل مارکسیسم مدرن و مارکسیسم سنتی و مارکسیسم و اینا رو قبول نداریم و تعابیر مختلفی از مارکسیسم هست، میدونیم
ولی ما جنبش ها رو قبول داریم. ما فکر میکنیم جنبش های مختلف میان تعابیر مختلفی از مارکسیسم و از هر چیز دیگه ای میدن، از ادبیات دیگه هم و همینطور. ما جنبش ها رو میبینیم. اون چیزی که ما بهش میگیم چپ سنتی یک جنبش معینیه توی چارچوبه ایران که ما از 57 از 58 تا حالا داریم باهاش جدل میکنیم و داریم باهاش مبارزه میکنیم و تأثیر هم روش گذاشتیم و خوب هم هست، پیشروی هایی کردن و هنوز هم این کار رو ادامه میدیم. مهمترین و گفتیم سرخطا ما سر تبیین اوضاع اقتصادی، سر بورژوازی ملی با اینا اختلاف داشتیم و هنوز هم از جنبه های نظری داریم. سر امپریالیزم و مبارزه با امپریالیزم با اینا بحث داشتیم، سر درکشون از طبقه کارگر با اینا بحث داشتیم، بحث داریم سر نوع سوسیالیسم، سوسیالیسمی که اینا میفهمن که سرمایه‌داری دولتی با اینا بحث داشتیم، چیز داشتیم و سر درکشون از مبارزه طبقاتی و مبارزه سیاسی و اجتماعی، سر نقش حزب، نقش جامعه، موقعیت حزب در مبارزه طبقاتی و مبارزه طبقه کارگر رو هم اینا بحث داشتیم. ادبیات زیادی است. من فقط دو تا سند رو اینجا اگر خوانندگان دوست دارن بیشتر بدونن، یکی تفاوت‌های ما مال منصور حکمت، یکی بحث حزب و جامعه است. این خیلی بحث مهمه، تو هم اشاره کردی بهش کیان، که الان اینا همش در نقش گروه فشار ظاهر میشن. اگه میخوام بدونید بحث ما سر گروه فشار چیه و نقدمون چیه، بحث حزب و جامعه منصور حکمت رو بخون. هر دو این مطالب رو بینندگان عزیز میتونید در کانال تلگرام انجمن مارکس به صورت نسخه PDF دانلود کنید و مطالعه بکنید. وقت برنامه همونطور که گفتم تمام شده. نظرات خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه برای ما از طریق آدرسایی که در پایین صفحه می‌بینید ارسال بکنید. تا برنامه بعدی، شبها و روزهای خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.